پیرو شکایت سازمان مناطق آزاد کیش و ادعای مالکیت زمین‌های مربوط به مجتمع مسکونی نگین کیش، با دستور مقامات فاسد قضایی در این جزیره 120 خانواده ساکن در مجتمع آواره و این ساختمان تخریب شد. در زمان دادخواهی خانواده‌های ساکن این مجتمع، مسئولان فاسد سازمان مناطق آزاد کیش به مردم گفته بودند که به شما چادر می‌دهیم تا بتوانید در چادر زندگی کنید. لازم به توضیح است مجتمع مسکونی نگین کیش طی روزهای اخیر به طور کامل تخریب شده است. فاحشه نظام انسیه خزعلی معاون رئیسی جلاد در امور زنان. درباره موضوع زنان ما مدافع نیستیم، ما مهاجمیم و حمله می‌کنیم به اینکه بسیاری از حقوق خانم‌های جهان دارد تضییع می‌شود. او افزود در کشورهای دیگر نگاه ابزاری به زنان وجود دارد و حرمت آنها حفظ نمی‌شود. این فاحشه در کشور خودش حق انتخاب پوشش ندارد. بدون اجازه همسرش، حق خارج شدن از کشور که جای خود دارد، حق خروج بدون اجازه از منزل را هم ندارد. ارزش دو تا انسیه ارزش یک مرد است و در واقع ارزش انسیه به اندازه بیزه چپ یک مرد است، حتی نمیرالمؤمنین جنتی نامیرا. ارسیه نصفه میبرد و شهادتش ارزشی ندارد. حتی در موقع نماز خواندن اگر نوجوان مردی باشد، انسیه جون باید پشت سرش نماز بخواند. خزعلی های ماده در این حکومت خودشان را بپوشانند و حق هیچ اعتراضی ندارند تا نر خزعلی ها تحریک نشود و چون شعور ندارند به گناه نیفتند. حال این چون این احمق ابله نصفه بیارزشی مدافع حقوق زنان دیگر کشورها خود را نمی داند و خود را مهاجم می نامد. قضاوت درباره این بوزینه وراج با شما.